خب دوستان، در خدمت شما هستیم با تحلیل فیلم جدید. برای این قسمت فیلم زوتوپیا رو انتخاب کردم. حالا در ادامه بهتون میگم چرا و چقدر این فیلم میتونه مفید باشه برای کسایی که میخوان شروع کنن، اول راه هستن. ببینید، تماشای فیلم توی اول راه یک مقدار ناامید کننده است. یه ذره شاید اعتماد به نفس شما رو از بین ببره، ولی در ابتداش اینجوریه. یعنی شما پیش که میرید جلوتر دیگه این کم کم اینجوری نیست. بعد از 3 ماه 4 ماه کم کم خودتون حس میکنید که بهتر متوجه میشید فیلمو. اما یکی از موانع خیلی مهمه که حتما باید از روش رد شید، یعنی این برای همه پیش میاد. اگر شما فیلمین قهاری هستید که هیچی، اگر نه تازه میخواین شروع کنید، مطمئنا این برای شما پیش میاد که میگید من از فیلم هیچی نمیفهمم. ولی خب روش هایی هم هست که حالا اینو سریعتر پشت سر بذارید. سعی کنید فیلمی ببینید که مرتبط با رشته تون باشه. در مرحله بعد کارتون ببینید. کارتون هم یکی از ویژگی‌های مثبتش اینه که شخصیت واقعی نیستن. کارتون اول انیمیت میشه، بعد توی استودیو دوبله میشه. یعنی اون شخصی که داره به جای شخصیت صحبت میکنه، تمام تمرکزش رو گذاشته روی صحبت کردنش، روی دوبله کردنش. به همون زبان اصلی دوبله میکنن دیگه انیمیشن ها رو. بعد از انیمیشن، یعنی کارتون های مخصوص بچه‌ها، سمینارهای خارجی واقعا فوق‌العاده است. بعد از اون مستند، بعد از اون فیلم سینمایی، بعد از اون اخبار، بعدش ترانه‌های خارجی. این ترتیب اگر رعایت کنید یه ذره سریع تر پیش می‌رید. حالا راجع به تحلیل فیلم و نکاتش، من توی کانال تلگرام یک فایل قرار دادم، تکنیک شادو کردن رو، که میشه گفت موثرترین روش برای استفاده از فیلمه برای تقویت زبان. اونو حتما ببینید، یعنی گوش بدید. داخل سایت هم یه مقاله می‌نویسم قرار میدم راجع به همین موضوع. بریم که داشته باشیم قسمت اول تحلیل فیلم زوتوپیا. Fear. Treachery. Bloodlust. Fear. Fear یعنی ترس. Treachery. Treachery میشه یه جوری خیانت کردن، یعنی همون وحشیگری توی جنگل. Bloodlust. Bloodlust اینجا اشتباه نوشته، اینجا نباید فاصله باشه. Bloodlust یک کلمه است. Lust میشه هرس یا شهوت. Bloodlust یعنی شهوت خون، یه جوری خونخواری، خونخوار بودن، وحشیگری. Thousands of years ago, these were the forces that ruled our world. Thousands of years ago, هزاران سال پیش، these were the forces، اینها بودن اون نیروهایی که that ruled our world. ruled قوانین رو، یعنی همونجا نمیشته حکمرانی میکردن به دنیای ما، یعنی قوانین رو اینا مینوشتن. A world where prey were scared of predators. A world، دنیایی که در اون where prey were scared of predators. Predator میشه شکارچی. Prey میشه شکار. دقت کنید، P-R-E-A-E-E-Y میشه شکار، اما P-R-A-Y میشه نماز خوندن، دعا کردن. اون فعل این اسمه pray، البته این فعلا به کار میره. پس pray شد شکار، شکار predator شکارچی. میگه شکارها یا صیدها از شکارچی ها میترسیدند. And predators had an uncontrollable biological And predators had an uncontrollable biological urge. urge میشه شما مثلا روزه میگیرید، بعد دیگه دم افطاره، نمیدونید چیکار کنید، خیلی گرسنه، سرتون میکوبید در و دیواری، هر چیز دیگه، دندون درد میگیرین، نمیدونید بعد چیکار کنید. میگی مثلا ولع دارین که یه قرص مسکن بخورید این چیزتون بیفته، یا تشنه اید، خیلی آتش دارید. این urge همون حالته. urge یه جورایی یعنی واقعا مضطر شدین که یک احتیاجی از شما برطرف شه. یه ارج بیولوژیکال داشتن، یعنی به صورت بیولوژیکی این ارج داشتن، یعنی تو وجودشون بوده این ارج و غیر قابل کنترل بوده، uncontrollable. حالا این ارج برای چی بوده؟ تو جمله بعدی میگه to maim. maim میشه صدمه زدن، نقص عضو کردن، یعنی یکی شما انقدر بزنینش تا یا بمیره یا نقص عضو بشه. مال هم به همین شکل، دریدن. Divided in two.
back then یعنی یه موقع یک مقدار بعدش، حالا یا اینجا ترجمه کرده اون زمان، ولی back then میشه یه مقدار بعدش. The world was divided in two. دنیا یا جهان تقسیم شده بود به دو گروه. Vicious predator or meek prey. Vicious predator یا این همینجور که روی این جعبه نوشته که نمایانگر این حیوان وحشیه، vicious میشه وحشی، predator میشه شکارچی، شکارچی وحشی. گروه دیگه meek prey، prey هم نمایانگر این موجوده که مثلا خرگوشه، حیوانات اهلی. prey که شد شکار، این شکارچی این شکار. meek یعنی سر به زیر، نجیب، آروم. But over time, ولی با گذشت زمان، we evolved، ما پیشرفت کردیم، and moved beyond، و رفتیم فراتر از. beyond میشه فراتر از، ماورای اون سمت. our، این کلمه میشه گفت our، میشه گفت our، جفتش هم درسته. our primitive savage ways، روش های وحشیگرایانه بدویمون، میشه گفت ways که میشه روش ها، savage میشه وحشی. حالا توی اینستاگرام هم اینو روی بعضی روی استوریاشون میذارن، اصلا نمیدونم معنیش چیه، سروج میشه وحشی. اینو درست استفاده کنید. پریمیتیو بدوی، اولیه، نخستین. Now یعنی حالا predator and prey live in harmony. harmony هم یعنی در هماهنگی با هم، یعنی مشکل با هم ندارن. And every young mammal has multitudinous opportunities. And every young mammal and هر پستاندار جوانی has multitudinous opportunities. multitudinous یعنی متنوع، تعداد خیلی زیاد. opportunity opportunity میشه فرصت. مثلا شما فرصت‌های شغلی مختلفی دارید، میتونید برید مثلا حسابدار بشید، میتونید برید تو بانک کار کنید، میتونید برید نمیدونم فلان جا. مثلا اینها تعدادش وقتی خیلی زیاد میشه میشه multitudinous، متعدد. حالا این گوسفند میخواد مثلا بگه که چه اپورتونیتی هایی داره، چه شرایط، چه فرصت هایی داره. میگه آره، I don't have to cower in a herd anymore. دیگه من دیگه مجبور نیستم که توی گله cower کنم. cower یعنی شما مثلا از یک نفر میترسین، ناخودآگاه هم خم میشید، یا ناخودآگاه خم میشید و چند قدم میرید عقب. وقتی گرگ حمله میکنه به گله گوسفند اینجوری میشن عقب عقب اینا فرار میکنن. میگم من مجبور نیستم اینجوری باشم دیگه. instead به جاش I can be an astronaut. astronaut میشه فضا نورد. این بابایی میخواد فضا نورد شه. I don't have to be a lonely hunter anymore. من دیگه مجبور نیستم اینجوری باشم. این چیه؟ lonely hunter. hunter که میشه شکارچی. lonely این کلمه معنیش رو شاید بدونید، تنها، ولی یه معنی مفهومی هم داره، یعنی کسی که تنها است، هم که کسی پیشش نیست، هم که کسی نداره که باش حرف بزنه، یعنی واقعا تنهاست، یعنی تنهایی که رو به افسردگی میره. lonely و alone فرقش اینه. Today I can hunt for hunt for یعنی برم دنبال چیزی تحتشو در بیارم، یعنی اونو شکار کنم. tax میشه مالیات. exemptions فرارهای مالیاتی. متوجه این؟ I'm gonna be an actuary. Actuary میشه مأمور مالیات. I'm gonna be یعنی I am going to be، یعنی من برنامه ریزی کردم که بشم یه مأمور مالیات، یعنی تو برنامه هم دارم. And I can make the world a better place. Make something. یعنی اینجوری استفاده میشه کلمه make به معنی ساختن. تاجین the world a better place، میخواد دنیا رو بسازه یه جای بهتر. I am going to be a police officer. Bunny cop. That is the most stupidest thing I ever heard. Bunny cop. بانی میشه خرگوش. این بچه های کوچولوی است 4 ساله مثلا توی حالا کشورهای آمریکایی خرگوش میبینن بهش میگن بانی، یا مثلا پدر مادرشون بهشون اینجوری معرفی میکنه خرگوش، نمیگن رابیت، میگن بانی، یکم بامزه است و فلان اینجوری. بانی کاپ اینجا هم برای همین برای تحقیر استفاده میکنه، میگه پلیس خرگوش. This is the most stupidest thing I've ever heard. میگه این احمقانه ترین، stupid میشه
احمق یا احمقانه. Stupidest احمقانه ترین thing I've ever heard. دیگه مشخص مش معنیش. It may seem impossible to small minds. I'm looking at you, Gideon Gray. It may seem impossible to small minds. میگه این ممکنه به نظر برسه غیر ممکن برای ذهنهای کوچیک. Seem impossible to به حرف بزواش دقت کنید. Seem impossible to. I'm looking at you, Gideon Gray. But just 211 miles away. But just 211 miles away. Away یعنی دورتر از این جایی که ما الان هستیم. یا به ترجمه این زیرنویس اونورتر که کاملا درسته. مثلا وقتی میخواییم بگین I'm away یعنی من دورم، یعنی من رفتم مسافرت، من از جایی که شما هستید دورم، این مفهوم میرسونه. حالا اینجا هم میگه اونورتر، 211 مایل اونورتر. Stands the great city of Zootopia. Stands the great city of Zootopia. اینجا فعل آورده اول، the great city of Zootopia stands. این اس به خاطر اینکه مفرده. Stands یعنی قرار گرفته. آره، شهر بزرگ زوتوپیا قرار داره. Where our ancestors first joined together. Where جایی که our ancestors first joined together in peace. Peace یعنی صلح. Join یعنی با هم ملحق شدن، متحد شدن. Ancestors یا ancestor که مفرده چه کلمه خیلی مهمیه، میشه اجداد، نیاکان ما. میگه اون جایی که نیاکان ما برای اولین بار به هم ملحق شدن و یکی شدن. In peace and declared that anyone can be anything. And declared یعنی اعلام عمومی چیزی. اعلام کردن که anyone هر کس can be anything. میتونه هر کاری بکنه، هر کسی باشه. خب این هم از تحلیل قسمت اول فیلم راز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و با قسمت دوم ما رو همراهی کنید.